با سلام به شما بینندگان عزیز، ما اینجا در خدمت آقایان مهدی خوشحال و عبدالکریم ابراهیمی هستیم. چند روز پیش دوستان عزیز ما توسط مزدوران و چماقداران مجاهدین به اینها حمله کردن و اونها رو مورد ضرب شتم قرار دادن و میخوایم مستقیما از خودشون بشنویم وقایع رو و چرا این داستان به وجود اومد. من از شما تشکر میکنم با اینکه شرایط خوبی نداریم و دردمند و مجروح هستیم در اینجا تشریف بردیم. آقای عبدالکریم، میشه لطفا توضیح بدیم وقایع چجوری بوده و چه اتفاقاتی افتاد و چرا داستان به اینجا کشید؟ منم عرض سلام دارم. ما عده‌ای از جدا شدگان سازمان مجاهدین روز چهارشنبه 6 دسامبر به دعوت قبلی پارلمان اروپا برای شرکت در یک جلسه حقوق بشر و پناهندگان از اینجا عازم بروکسل شدیم. ساعت تقریبا 2:30 ما رسیدیم به پارلمان اروپا. اونجا وارد محوطه اروپا که شدیم دیدیم یک سری از افراد سازمان مجاهدین اونجا هستن. به محض اینکه ما رو دیدن شروع کردن به فیلم برداری، عکس برداری و اینکه ما کاری به کارشون نداشتیم، با همانگی که قبلا شده بود وارد سالن انتظار شدیم. بازم اونجا ما نشسته بودیم رو صندلیامون که باز افراد سازمان از پشت پنجره باز شروع کردن به فیلم برداری و اینا. گذشت تقریبا ما ساعت 4:30 اینا دیگه رفتیم تو جلسه شرکت کردیم. چون که من آقای مهدی خوشحال بلیط قطار و برگشتمون دیر میشد، ساعت 5:30 هنوز جلسه تموم نشده بود، بلند شدیم اساس میخواستیم بیم بیرون. از درب سالن پارلمان که خارج شدیم هوا تاریک شده بود تقریبا. اونجا جمعیتی پراکنده ایستاده بودن. ما تقریبا نمیدونم 30-40 متر از درب سالن فاصله گرفتیم که یک عده اومدن اسم ما رو خواستن که من به آلمانی و آقای مهدی هم گفتش که ما حرف شما رو نمیفهمیم، میدونیستیم که اینا مزدوران رضوی هم میخوان ما رو کتک بزنن. به همین دلیل اون نفری که اومده و سوال کرده ما رو نمیشناخت. بعد از داخل فکر کنم داشت زنگ زدن که اینا خودشونن. همین که چند قدم از اون فاصله گرفتیم یه دفعه ریختن رو سر ما، منو از آقا مهدی جدا کردن. من دیگه قسم این بود که خودم رو به سمت درب پارلمان برسونم. اونجا سکرتری اونجا بودن، انتظامات اونجا بود که خودم از دست اینا خلاص کنم. ولی تا اونجا که رسیدم تقریبا بگم به 15-20 نفری با وسایلی که تو دست داشتن، با مشت و لگد و حالا نمیدونم 5 بوکس و چیزایی بود که ضربهشو خیلی وارد میکردن. من نذاشتم رو صورت اینا بخوره ضربه ها، ولی تمام بدنم، پشت گردنم، کتفام و کمرم و لگنم و اینا رو خیلی ضربه خورد. یک جایی هم که دیگه تعادل مسترس دادم افتادم، با لگت رفتن روزم بازم بلند شدم با شعار اینکه اینا تروریستن، رجوی تروریست، تروریست رجوی، مریم رجوی تروریست است. بالاخره به زور خودم رو رسوندم به دم در انتظامات. اونجا انتظامات که اومدن اینا دیگه خودشونو جمع کردن و از اونجا پراکنده شدن. من اونجا جریان رو بهشون گفتم، به انتظامات اونجا گفتم اینجوریه، ما گروهی از جدا شدگان از این فرقه هستیم که من خودم 25 سال با اینا بودم، از اینا تقریبا 5 سال جدا شدم، الان مقیم آلمان هستم. اومدم به دعوت قبلی که از ما شده اومدیم در یک جلسه تا
تو همین پالمان شرکت کنیم. به مرز اینکه از در خارج شدیم، قبلش ما رو فیلمبرداری کردن، بعد به مرز اینکه از در خارج شدیم به ما حمله کردن و همونطور که خودتون دیدید ما رو زیر لگد و مشت و اینا قرار دادن و ما رو تهدید کردن که دیگه این دفعه جان سالم به در بیاری، دفعه دیگه اگه ببینیم دونیم با چاقوش لطپارتو میکنیم که دیگه این برای پیداتون نشه. من این برای اونجا انسامات اونجا توضیح میدادم و درخواست پلیس کردم که پلیس اونجا نبود. زنگ زدم پلیس اومد، در همین حین که داشتم زنگ زدم پلیس که دیگه هم زنگ زده بود آمبولانس اینا اومدن. به محض این که اومدن اونجا منو توان به اصطلاح تعادل سرپا شدن راه رفتن نداشتم، دستمو گرفتن که بردن تا دم آمبولانس سوار بشم. در این حین پلیس هم اومدن اینا. پلیس از من سوال کرد که چی شده جریان، بهشون گفتم اینجور بوده، ما به دعوت پارلمان اروپا اینجا اومدیم در یک جلسه شرکت کردیم، میخواستیم که بریم به کشور خودمون، اینا به من حمله کردن و دوستم هم الان با من بوده، نمیدونم کجا، واقعا نمیدونستم آقا مهدی کجا بوده. من میترسیدم که اونو رو بوده باشن و پلیس هم خبر دادم که پلیس گفت ما خودمون اینو دنبال میکنیم. بعد گفت اینا رو میشناسی؟ بعد گفتم آره همه رو میشناسم. خود پلیس و نفرات که اونجا بودن خودشون کامل فیلمه اون نفرات اونجا، من از روی فیلم های اونا نفرات شناسایی کردم بهشون دادم. اسامی که من اونجا دیدم نفراتی بودن، یکی سیاوش ربیعی بود که از لندن اومده بود، جلال شریفی بود که فرمانده خودم، فرمانده یگان خودم بود تو اشرف و از افاهای سازمان مجاهدین، از مسئولین سازمان مجاهدینه که در آلبانی بود و مریم رجبی قاچاقی اونو از آلبانی با خودش آورده بود، موسی فیض بود، محمد اطمینان بود، محمد شریفی بود، وحید بابا خانی بود که این خودش حفاظت نزدیک مریمه، زهره شیر محمدی بود، خانم سیما بود که در پوش خبرنگار اومده بود، محمود اعمی بود از حفاظت نزدیک خود مریم رجوی، احسان اقبالی بود در پوش خبرنگار اومده بود، سیاوش رجوی که از انگلستان اومده بود و سابقه شرارت و واسطه‌گری شبکه‌های روسپیگری در انگلستان و چند بار دستگیری و پرونده در پلیس اونجا داره، دادگاه اونجا داره، اینا همه در این قضیه شرکت داشتن. من که با آمبولانس داشتم می بردن به سمت بیمارستان، دیدم سه نفر از این نفرات که حمله بر شده بودن به سمت ما در گوشه یک خیابون اینا رو دیدیم. به پلیس من گفتم که این سه نفر که اینجا هستن اینا از اون نفرایی که به ما حمله کردن. پلیس اونجا رفت با اونا صحبت کرد که منو بردن بیمارستان اینا، من آزمایش کردن، بعد عکس گرفتن و اینا و خوشبختانه من سر صورتم اینا چیزی مشخص نشد ولی کوفتگی زیاد داشتم اینا، کمرم به شدت سرد دیده بود با توجه به که کمر دردم داشتم، دیسکمر داشتم، دیگه واقعا توان سرپا ایستادن نداشتم. با این حال پرونده اونجا تشکیل دادیم. اونجا من با پلیسم گفتم که ما شکایت از اینا داریم اینا. بعد تو بیمارستانم که اونجا بودم دیگه کسی نگون میدیم که خبری ازش نداشتم، تماس گرفتم با دوستانی که اونجا بودن، گزارش کردم که ما اینجور، اونا اصلا خبر نداشته که اینجور بقای پیش اومده بود و منم زنگ زدم با آقای رضا صادقی، اونجا بود از بچه بلژیکی که اونجا با ما اومده بود، اینا کنم جریان اینجوریه که اون اومده که منو از بیمارستان برد خونه، شب تو خونش بودیم، بعدش صبح که اون چون که من کلاس داشتم در
آلمان صبح زود اومدم آلمان. خیلی ممنون از توضیحاتتون. مرچند که الان هم کاملا واضح ناراحت هستیم و به سختی اینجا نشستیم. آقای خوشحال، من از شما درخواست داشتم که لطفاً توضیح بدین چی بود و چه اتفاقاتی افتاد و کلن داستان رو برای ما تعریف کنید. با سلام از اینکه از راه دور تشریف آوردین، توی این هوای سرد زحمت کشیدین. شرح ما واقعه در رابطه با ترور پارلمان اروپا یک مقدار پیچیده هست، پیچیده تره. پیچیدگیش هم این بود که اونها قصد کشتن داشتن، قصد ربایش داشتن و خود مریم غج تروریست از فاصله 100 متری صحنه رو داشت رهبری میکرد. شرح ماوقعه هم که از اول بخشش رو دوستم عبدالکریم تعریف کرد، ما از قبل دو هفته قبلش توسط دوست ما رضا با خبر شدیم و پارلمان ما رو دعوت کرد برای روز پناهندگان، چهارشنبه 6 دسامبر روز پناهندگان و حقوق بشر بودش که ما فقط به عنوان مهمان میرفتیم اونجا که دوستم چون زبان انگلیسی مسلط بود سخنرانی کرد و ما هم به عنوان ناظر و شاهد در مورد مسائل پناهندگان که اگه تجربه چیزی داریم مطرح بکنیم. یک سمیناری بود در این روز. ما از ساعت 2:30 بعد از ظهر که ورود کردیم به صحن پارلمان دیدیم که خوب خیلی از اوباش رجوی اونجا حضور دارن. بچه ها میگفتن که هیچ وقت اینجوری نبود، یک نفر دو نفر صنف ما بود. دیدیم که خیلی زیادن و دارن عکس میگیرن و فیلم میگیرن. بعد برامون ما مشکوک شدیم، گفتیم خدای این چه وضعیه، این هم توی صحن پارلمان هستن. بعد ما ساعت 3 توی وارد پارلمان شدیم، دیدیم اونجا هم حضور دارن، یا نفرات خود اوباشای ایرانی بودن یا لابی های خارجی بودن که باز هم مسئول این کار بودن که گزارش بکنن که کی اینجا اومده و برای چی اومده و کجا میخوام برن. برحال ما یک مقدار جلسه سمینار ما عقب افتادی که از ساعت 4 بعد از ظهر تا 5 نیم بود. ما تعدادمون هم حدوداً پنج نفر از اعضای جدا شده بودیم که دو نفر از فرانسه اومده بودن و دو نفر از آلمان رفته بودیم، یکی هم که خود رضا از بلژیک بود. ما ساعت 5:30 چون باید برمیگشتیم آلمان، 6:30 چون بلیط داشتیم و اومده بودیم که توی حیات پارلمان بود مثلا صد متر جلوتر که تاکسی بگیریم بریم. ولی همین که بود 20 متر از در اصلی پارلمان ما خارج شدیم، دیدیم که دو نفر از پشت سر دارن ما رو صدا میزنن که شما اسمتون چیه؟ شما کی هستین؟ که من اونجا فهمیدم و به آلمانی گفتم که من نمیفهمم. بعد شونه ما زد، گفت که ساری ببخشید که ما تا حرکت کردیم دوباره مینا دستور دادن. یعنی اینکه از داخل پارلمان با اینها در ارتباط بودن و به اینها گزارش میکردن که شما اونجا هستین، کسایی که ما داریم میگیم داریم میان توی حیات پارلمان، شما به اینها حمله ور بشین. که من دوباره از اونجا دستور رسید که نه، این دو نفر هستن، اینها هستن، و سوژه این دو نفر هستن. که وقتی که دوباره گفتن ما هنوز شاید 25-30 متر حرکت نکردیم. خب هوا سرد بود، زمستان، هوا سرد، ما پورتو دوتنمون به این سادگی هم نبود. توی به هر حال اوباش مثلا 20 نفر بودن، حالا زیاد بودن، ولی تاریکی هوا من نمیتونم دقیقا بگم چند نفر بودن، ولی حداقل 10 نفر روی هر کسی حمله ور شده بودن تا هجوم و به قصد کشت. چون سلاحی که داشتن به هر حال پنجه بوکس اینا استفاده میکنم، و مشت معمولی نبود که مشت بزنن که مثلا آدم بتونه جون سالم در بره، با سلاح هستن.
یک بار توی حیات پارلمان که بعد دیگه چون بر روی هر نفری مثلا روی عبدالکریم ده نفر ریختم در روی من ده نفر ریختم دیگه ما نمیتونستیم که هم دیگه به هر حال متحد بشیم یک راه انتخاب بکنیم که ایشون رفته عقب منم دیگه چون اینقدر پشتم بسته بود نفر زیاد بودن رفتم طرف خیابون خیابون که یه بار دیگه سر اون چهار راه به من حمله ور شدن و باش که باز هم تعدادشون خیلی زیاد بود این خود نفرات گارد بودن گارد مریم بودن که مریم خودش از دور داشت صحنه رو کنترل میکرد حالا با تلفن یا حالا حضوری دیگه من نمیدونم چون تاریک بود به هر حال یک بارم توی چهار راه به من حمله ور شدن که اونجا من دستشون در رفتم که بعد یه صد متر دیگه جلوتر رفتم که یک بارم تو خیابون اینا رسیدن به من حمله ور شدن چون هدفشون یا قتل بوده یا قصد ربایش داشتن من ابتدا فکر میکردم که اینا میخوام مثلا یه زده خورد یه سر چشم یه زده خورد معمولی گفتم خب اگه این باشه خب دیگه سفری شده منو از دست اینا در رفتن دیدم نه اینها منو تعقیب کردن تو خیابونم پرن تعدادشون بسیار زیاد بود و تو خیابون پر بودن یه بار که آخرین بار تو خیابون که با من درگیر شدن اونجا احتمالاً یا اونجا یا برای بار اول احتمال بسیار زیاد از گاز استفاده کردن که من زیاد دیگه کنترل نداشتم یا حالا اون سلاح سردی بود که استفاده کردن یا گاز بود از زیاد دیگه کنترل نداشتم دیگه برحال دست خودم نبود یه جایی تو افتاده بودم دیدم که اینا یه تعدادی گله دارن چیز میکنن شعار میدن که تروریسته یعنی من تروریست من که برحال من که شغلم اولا دیگه 25 سال فرهنگی و سیاسی بوده یک سانتیمترم اون ورتر نرفتم این ورترم نرفتم و برحال نه اصلاحی نه امکانات دفاعی نه آمادگی نه اصلا اعتقاد دارم 25 ساله در ارتباط با تروریست من دارم مخالف خشونت مخالف تروریست هر جای دنیا و توی اون جلسه سمینار پارلمان هم اصلا کار ما ربطی به اصلا به مجاهدین نداشت ما نرفتیم در رابطه با مجاهدین شاکی باشیم اگه پیش اومده بود در رابطه با پناهند و اگه مطرح میشد چون عمومی بود جهانی بود در رابطه با اروپا بود مسئله پارلمان اروپا مسئله پناهندگان بود حقوق بشر بود از قضا مریم غج هم از این فرصت استفاده کرد و خوش رسنده بود با لابیا و اوباش خودش اون هم داشت تو پارلمان اروپا در رابطه با پناهنده و حقوق بشر که اینا بزرگترین سوء استفاده را از پناهنده کردن از همین بحث حقوق بشر و پناهندگی و دموکراسی استفاده کردن تروریسم و دارن پیش میبرن چه تروریست های دیگر رو آموزش میدن و برحال حمایت میکنه حمایت مادی و معنوی میکنن چه خودشون 50 سالی که پرسابقه ترین تروریست های جهان هستن ولی تو پارلمان اروپا اینها از همین ابزارها و همین فرصت ها استفاده میکردن که بتونن خودشون رو به اونجا برسونن بعد بیان منتقدین و مخالفین خودشون رو به قتل برسونن که استفاده هم کردن و تا اونجا هم که میتونستن این کاری کردن ولی خوب حالا خود مریم غجر این کاره نیست یا گاردش موفق نشده این دیگه کوتاهی خودشون بوده یا حالا به هر حال هدفشون قصد ترسوندن نبود چون ضرباتی که به صورت من وارد میکردن هر کدوم از این ضربه ها یه دونه دست معمولی نبود یک سلاحی تو دست داشت و من از همون ساعت حدود دو روز نفس کشیدن برای من مشکل بود اینه تو خونه افتاده بودم دیگه اصلا اینه بیرون نمیتونستم درسته که الان هم واقعا یعنی خوب نمیتونم نفس بکشم من احتمال زیاد میدم که اینو از یک گازی استفاده کردم که بتونن منو برحال چیز بکنن از کار بندازن توی ماشین خودشون اینه تا این حد اینها برای این عملیات سنگ تمام گذاشته بودن فرمانده عملیاتم که اونجا حضور داشت برای من خنده‌دار اینه که
مریم رجوی و شوهر او به گشودش، اینها هزاران انسان بیگناه رو کشتن، اما هیچ کدوم خودشون تو صحنه حضور نداشتن، چون جونشون برای خودشون از همه چیز مهمتره، از جون همه مردم مهمتره. اینها مثلا از یک کشور فاصله میگرفتن، دو کشور، مسعود رجوی، مریم رجوی از بغداد اون برتر نمیرفتن برای صحنه های جنگ، و فقط از راه دو یا از پاریس برحال کنترل میکردن یا فرمان میدادن. ولی این دفعه تو خود پارلمان تو 100 متری صحنه درگیری که به قصد قتل بوده، خود مریم رجوی حضور داشته و خود مریم رجوی عامل تا بکنه. من هیچ کدوم از اونا نمیشناختم، هیچ کدومشون من رو نمیشناختم که بگن که مثلا ما اینو برحال به قصد اینکه مشکلی داره با ما. من با اعضای مجاهدین مشکلی نه تا باید داشتم، نه دارم، نه خواهم داشت، ولی با خود رهبران سازمانشون منتقد و مخالف و معترض اینا هستم. و برها توی عراق که نیست، من توی پارلمان اروپا مهمان بودم، اتفاقا اینا هم خودشون رو به عنوان مهمان خالق کرده بودن که ما دو نفر برها تحت دعوت نامه رسمی پارلمان اروپا که الان همه مشخصات ما هست از قبل هم داده بودیم، اونجا دعوت بودیم توی یه سمینار رسمی و قانونی. به هر حال من از خود پارلمان اروپا و از خود مقامات اروپایی تقاضا دارم که مریم غجر از دانور رو به همین جور به جرمی که میاد تو پارلمان اروپا به بهانه اراجیفی در مورد حقوق بشر و دموکراسی در رابطه با ایران اعتقادی نداره، باید ایشون رو به عنوان یک تروریست، به عنوان قدیمی ترین تروریست های جهان، یکی از شنیدترین و ددمنشترین تروریست های جهان، ایشون از اروپا و همه اوباششون ها، اوباش و گارد و اینها رو چجور میشه؟ مگه البغدادی میگه تو بغداد عملیات میکرد سر میبری؟ حتی تحت امر اینها بود، استخونبندی همین داعش، بله همین داعش، همه بحث عراق بود که با از نزدیکان اینا و به قول ما هم پیمانان و هم کشان اینا بودن. و ایشون هیچ وقت میمه تو پارلمان اروپا سخنرانی بکنه در مورد حقوق بشر، یعنی اینقدر اونها برحال اصول داشتن، اعتقاده داشتن اصول خوشن، ولی مجاهد حق مریم رجوی هیچ اصول پرستی نده. این برای یک نفر، ده نفر حداقل اونجایی که من میدونم، اونم افراد معمولی نبودن، افراد گاردش بودن، اینها رو رهبری میکرد که برای علیه مثلا ما دو نفر فقط بودیم که برای هر کدوم از ما حداقل اونجوری که من دیدم تو تاریکی بود، البته ده نفر از هر طرف اینها حمله کرده بودن. و امروز هم که اینجا هستم و اینه از دیروز خوب من تونستم برحال از نظر نفس، از نظر مثلا سردرد یا صورت اینها بتونم سرپا بمونم که بیام حداقل اینو گزارش بکنم برای مردم و برای تاریخ. این پرونده فعلا در جریان، هم در اینجا و هم در بلژیک بروکسل. من یه نکته دیگه میخواستم اشاره کنم، یکی اینه منطقی مجاهدی میخواستم بگم، منطقی فرقه و منطقی رجوی مبتنی بر خشونت. اصلا من هیچ تعجبی نکردم، چون من میشناختم 25 سال توی تشکیلات سازمان بود، الان اومده فیزیکال اونجور با ما میزدن، تو خود دادم که بودی، شما هم بودی تو تشکیلات مجاهدی، نشست های عملیات جاری، نشست های خاص، نشست های هفتگی، نشست های دیگ، مگه همین نبود؟ همین زد و خوردین هم نبود؟ من میخوام بگم مریم رجوی که با ارعاب و کتککاری و خط نشان کشیدن و اینا هیچ وقت به مقصود خودش که ترسوندن افراد جدا شده باشه برای سکوت، مهر سکوت بر دهنشو، محال است و محال است و محال است. اتفاقا من خودم انگیزه خیلی بیشتری از این گرفتم که بیشتر
نمیتونم افشاگر این جنایتکاران باشم، افشاگری اعمالی که واقعا این سازمان در حق افراد خودش، نمیگیم حالا در حق مردم عراق، مردم ایران، در حق افراد خودش که ما جزئی از اونا بودیم، چه جنایاتی در حق افراد خودشون کردن، بتونیم صدای گویای این افراد باشیم که الان در آلبانی یک ترفندی دوباره درست کرده به اسم اشرف سه میخوان منتقل کنن اونجا و دوباره سرکوب و وحشیگری و اینا رو دوباره را بیاندازن. من یه سوال داشتم اگر اجازه بدید. شما تو صحبتاتون گفتین که مریم رجبی تو اونجا حضور داشت و داشت صحنه رو فرمانده‌ای میکرد. من قبلا شاهد این بودم و یا گزارش های شنیدم که موضوعا و چمقدارای مجاهدین اعضای جدا شده حمله کردن و اونا رو مورد ضرب و شتم کردن، ولی برای اولین باره که دارم میبینم خود مریم رجبی، مریم قجر حضور داشته تو صحنه و تو اون جایی که خودش بوده این کار رو انجام داده. و اگر نکته‌ای تو این رابطه داری میتونین این چرا همچنان؟ اتفاقا البته این از ضعف و غیظ مفرط و این به هر حال هیستری یک انسان که نمیشه گفت، حیوان هم نمیشه گفت، حیوان های کار نمی کنم. من توی جنگل، تو روستا، من خیلی جاها زندگی کردم، مثلا بعضی مواقع مثلا دیدم 20 تا سگ به من حمله کردن، نشستم اونها هم کوتاه اومدم. من برحال ما توی همه جا با همه شرایط زندگی کردیم و حتی حمله حیوانات دیدم، اینجوری نبود. مریم غج این بار صحنه رو داشت فرماندهی میکرد و میخواست یه نتیجه مطلوب بگیره. خب خیلی از اینها پاریس حمله کردن و جای دیگه حمله کردن. مرحوم هادی شمس سه بار مورد ضرب شتم قرار گرفت، مظلومانه، تنهایی، همیشه هم اینها تعدادشون بسیار زیاد بود، 10 نفر به 1 نفر تو خود پاریس یا بچه دیگه یا آلمان یا هر جای دیگه اینا بتونن. از عراق که دیگه جای خود داره، تو اروپا هم دست باز دارن، به حال اعتماد به نفس اینا دارن که ما این کارو میکنیم. و ولی این بار خود مریم غج تروریست اونجا آره ناظر عملیات بود و نمیخواست این عملیات مثل عملیات های دیگه یه چیزی معمولی سر چشم گرفتن باشه. عملیات به قصد کش بوده، عملیات به قصد ربایش بوده، ولی اینکه موفق نشده این دیگه خود مشکل خود غج تروریسته و خود اوباش حفاظتش هستن. خب یک مشت آدم های درمانده هستن، ولی هدف این بوده، در عمل همین رو نشون دادن. مریم غجم که اونجا وقتی تو صحنه حضور داشته میگه که برین اینها رو بترسونین، اینها رو از صحنه بیرون بکنین، نه همین چیزی نبوده. اون میخواسته به عنوان یک تروریست میخواسته خودش صحنه رو طوری رهبری بکنه، طوری فرماندهی بکنه که یک نتیجه بسیار مطلوب در مقابل اوباشان و خودش و لابیای خودش بگیره، بگیره من این هستم، من هر کسی منتقد و مخالف من باشه تشخیص بدم که این مخالف منه، همون کاری رو باش میکنم که با تعداد زیادی تو عراق کردم، یه در حد سربی نیست. یادمون باشه خود رجوی در نشست عمومی فرمان قتل جدا جداها رو داد، اگه یادت باشه ویدئوش هم هست، ویدئوش هم تو اینترنت هست، گفتش که اگه ما شکست خوردیم، پیروز شدیم، که اگه شکست خوردیم رفتیم اروپا، زندانهای اروپایی عادلهای 5 ستاره هستن، با دست باز هر بریده، هر جدا شده دیدید که بر علیه سازمان افشا کردیم با دست باز بزنید، بکشیدش و با خیال راحت و با طیب خاطر برید تو زندان. این که واضح است، مریم رجبی 2.5 سال پیش همین فرمانو در روز عاشورایی بود، مناسبت برنامه عاشورا همین تکرار کرد،
خطاب جدا شده ها. من این نکته دیگه میخواستم بگم، این موقعی که وقتی که منو رفتم دیگه واقعا دیگه خیلی ضربه خورده بودم، تو پارلمان رو بودم اینا، داشتم شاکی بودم اینا، فکرم یکی از پارلمانترها بود اینا، وقتی بهش گفتم که من جز اونا بودم 25 سال اونجا بودم اینجور به من ضربه میزن، قبولم چیز نمیکرد. گفتم نگاه کن شما ببین، منی که 25 سال اعضای سازمان بودم، 5 سال من از اونجا جدا شدم، اومدم کارهای اشتباه اینا رو گوشزد میکنم، اشتباهاتشون رو متذکر میشم بهشون که اعمال توریستی که انجام میدن میخوام جلوی اینا رو بگیریم. ببین اینا در بیرون نفراتشون رو در کشور امن اروپایی میاد اینجور سرکوب میکنن، ببین درد ما که دوستانمون تو اون تو هم ببین چه بلاهایی سرشون میارن. ما فقط به فکر خودمون نیستیم، ما الان داریم فعالیت میکنیم برای نفراتی که الان تو آلبانی هست که الان شنیدیم داره میبرن توی اشرفسه، میخوام براشون درست کنم. اتفاقا یه چیزی که جالب هست برای من یک گاف فوق‌العاده است، ایشون حتی تو سایت های خودشون هم اومدن اعتراف کردن که مریم غجر تو پارلمان حضور داشته و اونجا داشته در رابطه با حقوق بشر در ایران صحبت می‌کرد. حقوق بشر که شما اگه قبول داشتین که ما هم به عنوان انسان به عنوان قربانی که حقوق بیشتری داشتیم، بحث فرماندهی عملیات رو کتمان کردن. فرماندهی عملیات که اینکه آشکار هم اسامی شما حضور شما تو پارلمان اروپا ثبته از نظر قانونی، هم ما هم به عنوان قربانیان مجدد و مضاعف اینجا حضور داریم و شما این عمل برای این عملیات شما اصلا کار شما خشونته، کار ما حقوق بشره، کار شما خشونت هست. 50 سال هم داریم این کار میکنیم و اون حکومت ها و اون قربانیان اونها قربانی خشونت اینها بودن، اینها بودن دست دیگران رو باز کردن به خشونت بر علیه خودشون. ما هم که اساساً اعتقاد نداریم به خشونت، حتی پاسخ دادن به خشونت، ما منتقد هستیم، ما کارمون فرهنگی و سیاسی است، همین بس. ما خارج از این حرفی برای گفتن نداریم و باز هم اینها نمیتونه حربه‌ای باشه که بتونه دهن ما رو ببنده. اگر بیشتر افشاگری نکنیم کمتر نخواهیم کرد. اینو باید مثلا خودشون دیگه باید تشخیص داده باشن، تا حالا همین الان هم تشخیص بده اگه این رویه رو استفاده بکنن کار به جایی نخواهد بود، ولی به هر حال این میتونه حربه‌ای باشه برای اخراج مریم غج و اوباشای دیگرش از اروپا. میبخشیم توی صحبتاتون شما گفتین که به پلیس و پزشکی اونجا گزارش کردین که بعد شما از هم دیگه جدا شدید. شما چه جوری داستانتون به پایان رسید؟ آیا با پلیس گزارش کردید؟ من خودم خدمتتون گفتم که چون من دیگه از اونجا، من که توی خیابون بسته بود، من نمی‌تونستم که برگردم خودم به دوستای دیگرم برسونم، خیابون بسته بوده و منم به هر حال دیگه اینا سه بار به من تهاجم کرده بودن، من دیگه ناچار شدم از دست، هر بار که از دست اینا در میرفتم خودمو میرسوندم به یه جای خلوتی. من در مجموع کشور اتریش بلژیک رو ترک کردم و خودمو رسوندم به آلمان، اما دو روز قادر نبودم که برم مثلا پیش دکتر یا به هر حال پیش پلیس، که بعد از دو روز اقدام کردم و در حال تمام روال قانونی و پزشکی اینها رو ادامه دادیم که بتونیم حداقل مریم غجر و اوباشان تروریست رو از اروپا بیرون بکنیم. من نکته بگم، به نظرم این برخورد فرقه رجوی، برخورد تروریست فرقه رجوی یک سنگ خطری بود تو پارلمان اروپا که خیلی خوبم فهمیدم، خیلی خوبم گرفتن اونجا که دیگه نباید میدان به اینا بدن، نباید میدان به لابی های اینا بدن، اینا رو خصوصی بیارن تو پارلمان اروپا و اینجور جنجال های توریستی را بندازن، شارلتان بازی را بندازن،
اینجا اصلا تو اروپا جای ندارم. من اگر نکته ای هست که من فراموش کردم بپرسم، اصل موضوع رو هم خواستم تعریف کنیم، اگر نکته ای هست برای ما بگید، اگر نیست من نکات حاشیه زیاده، ولی خوب ما اصل موضوع رو داستان عملیات مریم خرج میکنیم، بگیم که اینها به چه درجه از سرمونی با 50 سال سابقه تروریستی و لابی هاشتم که شما کشورهایی که از این را کشورهای عربی تا کشورهای غربی از آمریکا و اسرائیل همه اینا کسی را حمایت میکنن، اینا بسیار فراتر از دولت ها میدان منوف، امکانات، پول، لابی اینا دارن، اینها خودشون اومدن عملیاتشون کجا اینا درگیرن اومدن توی صحن پارلمان اروپا و هیچ گروه تروریستی این کار نکرده، هیچ گروه تروریستی این کار حاضر نیست اینقدر گاف بده خودش را خراب بکنه، ولی اینها به چه درجه از حزیز رسوایی رسیدن، ضعف و بدبختی رسیدن که الان صحنه عملیاتشون شده استفاده از امکانات پارلمان اروپا، استفاده از پناهندگان حقوق بشر، اونم عملیات روی قربانیان بیدفاعی که تو تاریکی شب راهشون رو گم کردن یا مهمان بودن یا راه بلد نبودن، روی اینها عملیات میکنن، عملیات انتحاری اینها توی البته همه عملیات های نفسن، نفس اینها، وجود اینها مردود رد از اول، اصلا بحث اون نطفه و تولد اینا یه چیز نامشروع، غیر قانونی، غیر ایرانی، غیر ایرانی، غیر انسانی و غیر سیاسی بوده و تا به امروز برحال به این جهان هست و مردم ایران هستن که باید این مسئله رو برایشون روشن میشه که اینها چقدر میتونن خطرناک باشن برای جامعه ایران که اگر خدای ناکرده نزدشون به یه جایی برسه، اینا وقتی که با نفرات توی پارلمان اروپا اینها به قصد کشت اقدام به ترور میکنن با همه تبعاتی که برشون داره، تبعات کمی نیست، اینها توی جامعه‌ای که مثل عراق و ایران و جای خلوت باشه که اینها اساسا به هیچ انسان که هیچ حتی به حیوانات و چیز مردم رو رحم نمی کنن، حتی به حیوانات رحم نمی کنن، حتی حیوانات رو می کشتن به خاطر اون انقلاب ایدئولوژیک، اینها موجوداتی هستن که واقعا نمیشه اینها رو با حیوانات مقایسه کرد، من ندیدم، من حتی با مثلا با گله سگ من درگیر شدم، 20-30 تا سگ مثلا به من حمله کردن، باور می کنی اینجوری نبود، اینجوری دک منشانه، نابرابر، فرصت طلبانه، شبیه خون، استفاده از تاریک، استفاده از سلاح نبود، فقط در مورد این گروه رجوی هست، برحال خود رجوی و خجر تروریست با این سابقه 50 ساله اینها امروز به این نقطه رسیدن. بله واقعا به نظر من یه ضرب المثل داریم، میگن که غریق دست به خر خر خاشاکی میزنه که خودشون نجات بده، این قاف خیلی بزرگ سیاسی و استراتژی بود که در خود پارلمان بود که یکی از پاتوهای مجاهدینه، پاتوهای مریم رجویه که میره اونجا و مثلا از این سخنرانی های بی‌محتوا میکنه با حضور خودش، و این هم خودش نشون میده که همونطوری که شما اشاره کردین اینا خیلی درمانده، بدبخت و فلک زده هستن و از روی اینکه هیچ فرد سیاسی همچین کاری رو انجام نمیده، ممکنه جاهای دیگه مثلا به دور از مثلا جایی که رهبرشون حضور داره بگیرن کسای دیگه رو، مخالفینشون و منتقدینشون رو کتک بزنن، بهشون حمله کنن، بخوان ترورشون بکنن، این کار انجام نمیشه. اتفاقا با یه امان ماهیت خودشون رو در انظار عموم نشون میدن. من اونجا که بودم واقعا تأسف هایی که میخوردم مردمی که اونجا دور برم جمع شده بعد از اینا،
همه واقعا واقعا اینا رو میشنن و واقعا تو اروپا کارا اصلا غیر انسانیه، غیر از این که گروه توریستی که چیز بیاد اینا یک مانعی هم برای پناهندگان هم پذیرش پناهندگان تو اروپا. الان مردم اروپا دیگه ذهنیتی برای پناهنده ذهنیت خوبی ندارن نسبت پناهنده. وقتی که میاد تو آلمان اروپا اینجور قدر بندی اینجور چیز میکنن مردم اروپا واقعا چیکار کنن؟ من شده دفعات بعد ما در مورد همین تروریسم چه عواقبی بیر چه تاثیراتی روی مردم داره تو اروپا داره، اروپا رو بکنون سر مردم به اعصاب فاشیستی رو روش میده، اینا رو انشاءالله صحبت میکنیم. بله، امید این روز که بتونیم فرصتی بود باشه دوباره دور هم جمع بشیم و این موضوع رو بیشتر برای ما باز بکنیم و چه عواقبی برای خود مجاهدین داره چه عواقبی برای جامعه و مردم. اصلا شما درد نکنید. با تشکر از شما و با تشکر از شما بینندگان عزیز که نشستید و در دل دوستان عزیز ما رو شنیدی و وقایعی که و این عمل تروریستی وحشیانه رو دیدید و گوش دادید. با سپاس تا بعد، خدا نگهدار.